همکارم اشکان صفایی از اورشلیم همراه ما شده. اشکان، اول بریم سراغ صحبت‌های وزیر خارجه جدید اسرائیل که دقایق پیش صحبت‌های مهمی داشت در رابطه با جنگ غزه، جنگ لبنان، در رابطه با نفوذ جمهوری اسلامی. چه نکات مهمی راجع به آینده خاورمیانه گفت؟ درسته، وزیر خارجه اسرائیل گیدئون سار کمی پیش یک کنفرانس مطبوعاتی داشت، اولین کنفرانس خبری او بود، با شماری از رسانه ها و خبرگزاری های بین المللی بعد از اینکه به پست وزارت خارجه رسید. او به لبنان اشاره کرد، گفت که پیشرفت قابل توجهی در مذاکرات آتش بس با لبنان در واقع ایجاد شده و اسرائیل در حال کار کردن با ایالات متحده هست در این زمینه. به گفته او اصلی ترین موضوعی که درباره آتش بس با لبنان یا توافق با لبنان وجود داره این هست که چطور هر توافقی که به دست بیاد رو بشه اطمینان حاصل کرد که اجرایی میشه. او به نقش روسیه هم اشاره کرد، اولین مقام رسمی اسرائیل هست که رسما در این مورد صحبت کنه. تا الان ما در طول 24 ساعت گذشته فقط از رسانه ها شنیده بود، گفت روسیه و همچنین سوریه در واقع میتونن نقش مهمی داشته باشند در این زمینه که جلوی در واقع تجدید قدرت حزب الله لبنان رو بگیرن، اینکه دوباره جمهوری اسلامی برای حزب الله لبنان سلاح ارسال نکنه. و البته گفت جامعه جهانی هم میتونه این نقش مهم رو داشته باشه که لبنان یک کشور پیشرفته باشه و نه یک در واقع تحت کنترل یک نیروی نیابتی جمهوری اسلامی نباشه. نهایتا هم او گفت که مهمترین نکته برای آینده منطقه این هست که جلوی دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح اتمی گرفته بشه. اشکان، یه موضوعی که الان جامعه جهانی خیلی بهش توجه میکنه این که گسترش جنگ ادامه پیدا بکنه در لبنان. امروز خب شاهد بودیم که تصویب شد گسترش عملیات زمینی در کابینه جنگ در اسرائیل. چه اتفاقی داره میفته؟ چه چیزهایی میشنوی اونجا در اسرائیل راجع به این قضیه؟ فرماندهی ارتش اسرائیل برنامه گسترش عملیات زمینی در جنوب لبنان رو تصویب کرده، اما باید گفت که این برنامه فعلا اجرایی نخواهد شد. این برنامه خواهد ماند یکی دو هفته ای اگر که اسرائیل و لبنان نتونن در این مدت به یک آتش بس برسند، آن وقت هست که این برنامه اجرایی خواهد شد. در کنار اون باید گفت که از اون طرف هم حملات حزب الله لبنان به اسرائیل ادامه داره. از صبح امروز تا الان فقط در طول یک ساعت و نیم هول و هوش ساعت 12 بعد از ظهر وقت محلی چیزی نزدیک به 50 راکت از سوی حزب الله لبنان به سمت اسرائیل شلیک شد. دو موج، یک موج 10 راکت، موج بعدی 40 راکت، که در این موج دوم 40 راکت ما میدونیم چند راکت یا ترکش‌های رهگیری اونها به مناطقی هم برخورد کرده و چند زخمی هم در اسرائیل به جا گذاشته. ممنونم اشکان صفایی همکارم از اورشلیم.